رفتم. بیاید روژامو بگیرید. ببینیم که بعض وقتی صندلیه رو بر میدارم میگم یادم نره بلنگ بیام بیفتم صندلیه. بچه ها خب البته یه ذره در هم بر همه، ولی خب دیگه من همینطوری دیگه اصل در هم بر همیشو چایی چقدر احتیاج داشتم واقعا. مرسی گردنبند دیگه، پیرن دیگه و و و و و و اینم بود روژ لب ها و روژ لب. بابا روژ لب چقدر من آخه چقدر روژ لب. آها اینم ببینید لواشک هم داد. خب مرسی دیگه. اول میخواستم با شما باز کنم، دیدم که خیلی چسبش محکمه، گفتم ولش کن بابا این چسبه رو کندیم. آخر سر گفتم ویدیو مسیج بگیرم و به گروه بفرستم و بعد یه دونه گوشواره رو پیدا نکرده بودم. حالا خوب شد بعدا ننداختم اون کاغذ رو دور، بعدا گفتم فکرم یه لنگهیه، گفت نه بابا دو لنگهیه. به هر حال قشنگ مرسی، ولی روژ لب قرمزم خیلی زیاد شده. کسایی که بچه‌هایی که تو هامبورگ هستید میتونید بیاید روژ لبای قرمز منو بگیرید دیگه. دیگه چند تا روژ لب قرمز بزن دیگه. اینم از بچه‌های هامبورگ بیان بگیرم. خب یه سرم اینجوری سکسی 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 آی سکسی بچه اولی یه جوری شده که انگار مثل سوتیان بسته برای به درد کسی که اون کسی که گودشه ای کاش بین اینا سوتیان باشه. کی بود بیاد تو دایرکت به من بگه؟ خیلی من خندیدم، یه کاری براش انجام بده. خب چه لباس شیکی. آره واقعا خیلی شیکه، مرسی، خیلی قشنگ، خیلی مدل، یعنی یه تنوع جالبی شد، خیلی خوب شد. خب بیایم ببینیم که حالا جدا از تمام این هدایا و اینجور چیزا بیایم به یه چند نفرم بچه ها رو بیاریم بالا. تا حالا چند نفر بیان اینجا حرفاشونو بزنن ببینیم که آره لباس خیلی بامزه شده، خیلی خیلی بامزه شد، خیلی جالبه. مرسی مرسی، چقدرم جالب که داشتم خواستم زودتر لایف براتون بذارم، دیدم امیر محمد
به من گفتش که بیا لایف. خیلی خوشم اومد امیر محمد پسر نسیم، اونم یه کار بامزه کرد در مقابل هدیه. آخه یه سری هدایام وحیده به من داد، اینم ناگفته نمونه، بذارید بگم تو لایف سیف بشه بمونه. من چند وقت پیش، یعنی چند، یکی دو سه سال نمیدونم میشه چقدر، همینطور یه هدیه مالی بهش داده بودم، اصلا فکر نمی کردم برگردونه. بعد یه بار دیگه اومدم 500 هزار تومن این اواخر واریز کنم برای هایدا، وسایلی که داده بود به هایدا، گفتم خب من دارم میدم. بعد دیدم هدیهش، گفتش نه زیبا، اینا رو من پولش ازت نمیگیرم، هدیه من به تو باشه. گفتم ای چه خوب. بعدنم که میخواستم، یادتونه 2 میلیون تومن میخواستم براش بدم، این 2 میلیون تومن هم اومد گفتش که اون 4 میلیونی که 2-3 سال پیش داده بودی، این 2 میلیون تومن این بخش اون باشه. یه سری وسایلی رو داد قشنگ، یه خانومی خوشش اومده. حالا ما داریم با این وسایل، دست نسیم بود یکی از این وسایل، و امیر محمد خوشش اومد پسر نسیم، گفت زیبا اینو به من میدی، پول بدم فلان اینا. گفتم که در مقابلش میتونی یه کاری بکنی. بعدش پیشنهاد هست، من همینطوری یه پیشنهاد دم، گفتم میخوای داستانه، گفتم یه سر پسر نسیم داری مدار قدرت میگیره در صحبت کردن اینا، اول خجالتی بود فلان اینا، گفتم دوست داری بیای مثلا یه داستانهای مثلا کوتاهی رو بخونی، مثلا در رابطه با حیوانات، نمیدونم در رابطه با کودکان، در رابطه با همین قسمت های مختلفی که داریم. بعد دیدم رفته داستان امیر و گدا رو انتخاب کرد، زیبا و امیر گدا. گفتم خب حالا انتخاب کرد را بذار بخونیم. اصلا یه دفعه دیدم آمادم، اه آماده ای؟ گفتم پار. گفت بیا تو لایف. یه چی دیگه، لایف سیف شد و جالب بود. خب حالا بیایم ببینیم که کسایی که میخوان، او تقاضا زیاد شد. آذربایجان رو بیاریم ببینیم که آذربایجان چی میگه. آذربایجان یکی هم نفر ما اینوایت کردیم، ببینیم این دو نفر آذربایجان رو با شیما محمدی نمیدونم کی رفت این آذربایجان، بیاد ببینیم. نسیسن آی نسیسن، وای وای چقدر دفعه پیش خوب شده بود. بیایم ببینیم اینکه نتش نیومد، ولی اون یکی، اون یه باری که اومدیم اون گربه اومد، وای بچه ها این گربه رو حالا بذارین میک چیز کردن تیکه. بابا رو برو نتتو درست کن، نتزستم بابا نتین نهارا جدی نتین، نتت چی شد؟ خب بگو ببینیم. اه رفتش، یکی گزی با چه به خود رسیدم که شما به من رسیدید، من اینا رو نداشتم که من امروز صبح مگه تو لایف ندیدید یه بسته رسید میخواستم با شما باز کنم، باز کردم همه اینا توشه، همش اینا، این اصلا من دستبند نداشتم، دستبند یه دونه داشتم، خیلی خوبه. بعدش دیگه شما به من رسیدید، من به شما نرسیدم، من به خودم نرسیدم، شما به من رسید. خیلی خوب. نت ایران ببینیم که چیه. حسین نمیدونم چی این بیاد ببینیم، یه چند تایی بیان حسین نمیدونم چی بیاد. آره آیم گربه، وای 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 آیم گربه چقدر بامزه بود. چرا بیان میره؟ مرسی اونایی که پیامای بچه ها تلا چرا ندارم؟ خب ندارم دیگه، تلا ندارم دیگه، وقتی ندارم ندارم دیگه، من جزو فقرای جامعه هستم. دو تا تلا داشتیم که دو تا داستان، اون تلا رو هم
داستان چجوری به دست من رسیده بود، هدیه که به من داده بودن، چجوری هم رفتم تو کانال مشاوره ها هست. چرا نته اینجوریه؟ پرشین گربه، بابا گربه، دوباره یه گربه دیگه میخواد بیاد. لایوای ما شده گربه مربه دیگه. گربم رفت. ای وای محمد چی چی احسان. خب ببینیم اینا کیه. سید اسماعیل بزرگی بیاد. این سید اسماعیل سید بیاد ببینیم. سیدم بیاد دیگه. چی بر من برات میفرستم؟ چی میفرستی؟ اگه با معنید به من بگید. زیبا حرفاتو دوست دارم. خوب چقدر خوب. او یا نترسی. متکاری شد. اصلا متوجه بودید اومدید بالا یاد دارید هم کتک کاری. بچه اینا فکر کنم مثل اون مورد داشت کتک کاری میکردن همینطوری. وای 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 امیر هیچ کی چرا نمیتونه بیاد بالا نتا یعنی انقدر. بذار اینو بیاریم ببینیم این چیز. اینم بیاریم ببینیم که گفت لا. ایوه خوب چی هر نتا رو خراب کردن. زنش داشت میزدش. زیورالات لباسم نشنگ. بیار ببینیم در حالی که ایالات متحده خواست تلاش میکنه تا خود را از جنگ‌های به گفته جو بایدن بی‌پایان در خاورمیانه رو بکشه، تصمیم جدید او برای خروج نیروهای آمریکایی از پاک عراق. خب آقای که خانم آقایی که اومدی بالا حرف بزن، یا تو هم متوجه نیستی اومدی بالا. گل تو داری از گل بگیری. پرنیارم بیاریم گل ها ببینیم. من داری خونه رو نشون میدی. نهایی بیدار گلی خونه. پرنیا تو بگو ببینیم. پرنیام رفت. منو میاد بارم این که. خب بفرما. یواش یواش داری میبین. بفرما. آها خوب است. کل خونه رو نشون دادی. نه دستم خورد دستم خورد. فکر نمی کردم یو دیدم که اومد بالا. ببخشید. شما خوب هستین؟ بفرما. شما شب داشتم تلویزیون نگاه می کردم بعد دیگه داشتم لایو زنده رو شما رو دیدم اومدم دیگه. اسمتون چی؟ من هما هستم. هما از کجا؟ از تهران. از تهران. خب از کی با من آشنا شدی؟ تقریبا یه دو ماهی هست که گوش میدم لایواتون رو و اون سیوایی که لابه یکی سیو میکنید. فردا هم نوبت دوم واکسنم رو دارم. یه خورده استرس دارم چون تب میکنم. زیباشم من کارمند هستم، کارمند دانشگاه علوم پزشکی تهران. همسرم هم پزشکه، پسرم و عروسم هم پزشکن. کلا خانواده ای هستیم که تو کادر پزشکی هستیم. خب چه خوب. بعدش میترسیم واکسن جان؟ از واکسن بعدن میترسی؟ یک کمی چون پسر من اسفند سال 99 دچار کرونا شد و خاطره خیلی بدی بود برام. بعد دیگه الان
هستن. ایران وضع خوبی نداره متاسفانه تو این زمینه، توی زمینه این واکسن ما خیلی عقب هستیم. گرچه من خودم ارتباط خیلی مستقیم با وزارت بهداشت دارم، ولی متاسفانه زیاد تو فکر مردم نیستن و این خیلی بده، خیلی بده. حالا اونا رو ولش کن، الان من نه مسئول مملکتم نه چیزی. خب الان خودت با من چه سوالی از من داری یا سوالی نداری؟ همینطور اومدی بالا نه من این حس میکنم وقتی از سر کار میام خونه لایوهای شما رو که گوش میدم یک احساس خیلی خوبی دارم و انرژی خوبی میگیرم. بعد همسرم میگه به هم میگه مثلا چرا گوش میدی، مثلا چه لذتی، میگم احساس میکنم وقتی گوش میدم به لاوی زیبا جون احساس میکنم یه آن از اون خستگی و اون دوره سخت احساس میکنم خارج میشم و یه انرژی مثبت میگیرم. خیلی خوب. من هم سحر رو خیلی دوست دارم، هم سمیر جون رو خیلی دوست دارم. دو سه بارم به سحر جونم پیام دادم، چون من قبلا کرموشا بودم، همسرم دوره تخصصش رو توی کرموشا گذروند. بعد دو سه بارم بهشون پیام دادم سحر جون خیلی دوست دارم با تو آشنا بشم، اسممو گفتم، براش عکس فرستادم، حالا شایدم این لایو ببینه. در صورت من شما رو خیلی دوستم از شخصیتتون، از پرسیجتون، خلاصه خیلی با شما حال میکنم خیلی زیاد و باور میکنید آدمی نیستم که اصلا بیام، ولی اصلا دلم نیومد که نیام و شما رو ببینم. خب مرسی، خوب کاری کردی. دوست داشتیم بیا کتابای ما رو بگیر، دوست داشتی بیا تو گروه ما. هم باریای کتابا رو که میخونه گوش میدم، هم سمیرا که میخونه کاملا گوش میدم و خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. بعد جالب اینجاست که شما امیرآباد میشینیم، بعد شما میگه ما قبلا هم امیرآباد زندگی میکردیم. خیلی جالب، مثلا به خواهرم که وقتی تو خیابونا میگردیم میگم همیرا زیبا، میگه ما اینجا زندگی میکردیم. شما امیرآباد بوده، من اونجا خاطرات خیلی خوبی دارم. میگم یه داروخونه هستش بغل نه یه پمپ بنزین بود، حالا نمیدونم الان چقدر چیز شده، پمپ بنزین بود روبروی مسجد امیر بود. بله الان هست، الان هم هست. بله من مسجد رو خیلی دوست داشتم. البته امیرآباد الان کارگر شمالی شده، ولی خب ما بازم به اسم امیرآباد میشناسیم. آره خب برنامه دیگه، من اونجا واقعا دوره کتاب سیبای من خیلیش در رابطه با اون قسمت اینا هست. آره خیلی جالب. زیبا جان میخوام این عکس نشونه تو میدم، این عکس عروسی من. این چیه؟ من و همسرم. و من تو و همسر، عکس تو و همسرت، اسمش چیه؟ مهران. مهران باشه. پدر شوهرم و مادر شوهرمه. آها خونتون چقدر خوشگله. گلا رو خودت پرورش دادی؟ خودم و همسرم. چه اتفاقا یکی از بچه ها نسیم که الان پسرش داشت برای من که یه قسمت از کتاب رو میخون، شما یه کار بکن اگه گل گل اضافه دارید میتونید بدید به نسیم، گفت برای من گل بیاری. خونشم شما کجایی؟ شما کجایی؟ ما خیابون شاهرخ میشینیم، شاهرخ غربی. این منیری است، این چیز منیری است نسیم. آها. به منیری نزدیکه؟ خیلی نه. همدیگر رو ببینید، همدیگر رو ببینید، خیلی خوبه. بعدش این چیزه، اون روز میگفت زیبا من گل میخوام برای خونم، گفتم که خوب میتونید شما چیز کنید، من رو بچه هایی رو پیدا میکنم. الان دیدم گل انقدر داری، بعد یه سری وسایل خیلی قشنگی هم وحیده به من هدیه داد. ما داریم همینطور اینا رو مثلا گذاشتیم که حاضریم در مقابل گل عوض کنیم. شما گل بده به نسیم، اونم یکی از اون هدایا رو به شما بده. هستم من در خدمتتون هستم، خواهش میکنم. چشم نسیم جون. بله حالا من اگه همینجا آدرسشون رو بدن یا من به شما شماره یه چیز رو میدم، تلگرام هم مینیست. شما تلگرام دارین؟ بله. خب این تلگرام منو شما به چیز کنید. حالا ببینید رفت بالا.
پیداش بکنم خیلی خوبه. رفتیش خودم نوشتم رفت بالا، حالا دیگه ببینیم کی چیز میشه. خب به هر حال تلگرام من نوشتم توی چیز، بچه اگه نوشتید مال بنویسید تلگرام منو عین همونی که هست من پینش بکنم، چون رفت بالا من دیگه. خب حالا مهم نیست دیگه، حالا به هر حال الان دوباره باید دوباره بنویسم. بر اگر شما دیدید پیام منو بعد چیزه. خب مرسی دیگه. در واقع ما در گرشته با هم بود، البته من که خیلی وقت پزشکی نه کار نمی کنم، ولی خب توی به هر حال من میبینم از اینکه پسرم و عروسم خیلی زحمت میکشن تو این حرفه و خیلی تلاش میکنن و کلا برای پزشکی من ارزش خیلی زیادی قائلم، خیلی زیاد، چون واقعا بعد پسرم امسال اسفند ما آزمون تخصص داره، البته استریته، هم جز 10 نفر اول کشوره، همین که امسال ازدواج کرد اسفند ما آزمون داره. اگر ایشالله اون رشته که بخواد قبول بشه من یه شیرینی خوبی به شما خواهم داد. به من شما فعلا به همین گلو بدید خیلی خوبه به نسیم، چون واقعا دوست دارید گل. آره مرسی، اونم قبول میشه واقعا. حالا بازم قبولم نشدم مسئله این نیست، زندگی من خودم اپ روان چیز تخصص که شرکت کردم، خواستم رشته روان پزشکی و چیز پزشکی قانونی رو بزنم، خوشبختانه قبول نشدم دیگه. اون موقع اون لحظه اول ناراحت شدم ولی بعدا دیدم چقدر خوب شد. سارای منم خیلی روانپزشکی دوست داره ولی پسرم رادیولوژی رو دوست داره، یه خود سخته. من از این لحاظ که خودش دوست داره ولی منم خیلی برام مهم نیستش که حتما امسال قبول شه. باشه بچه، کتابای منو که خواستید به همین شماره من پیام بدید. آها این شماره شما، چشم. آره این شماره من شما به سمیرا جون، به سحر جون گفتم سحر جون کتابا رو چجور گیر بیارم، چون سحر داره درست. حالا شما به من پیام بدید همینجا، من به شما به دستتون میرسم حتما در اولین فرصت. باشه قربونتون برم، فداتون بشم، خیلی 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 خوشحال شدم، میبوسمتون، قربونتون برم، آرزوی بسیار خوشبختی و موفقیت براتون دارم. خب اینم چه خانم خوب، خوب انرژی خوبی گرفتیم یه دفعه، ببینید که چیزه نسیمم گلدار شد، یعنی گلای خشنگی داشت، خوب بود. خب دیگه یه لایو همینطوری گذاشتیم که ببینیم شادی زندگانی رو بیاریم، ببینیم شادی زندگانی هم بیاد. شادی زندگانی بیاد ببینیم نتا اگر خود چیز باشه. راست میگه قشنگه، من هنوز باور میکنی نگاه نکردم هنوز دقیق خدم چی که این چیزاش مدلش نگاه کنیم بچه این چی از این اینم که خیلی قشنگه. آره من در بستر کرونا منو بیاریم، بیاریمش در بستر کرونا، اونو بیاریم بالا بچه ها. یه ذره میگه در بستر کرونا بستری، بیا ببینیم حال چجوری، اونم بیاریمش بالا. دیکلان کردی؟ خب این شماره تلگرام منه. تو خونتون درخت موف بکارید، وای چقدر خوبه، برگ مو که من خیلی دوست دارم. منم در اونم در بستر کرونا، همه در بستر کرونا، خوبه بهتون خوش بگذره تو بستر کرونا. اتفاقا فردا قرار بود که آذر بیاد اینجا، بعدش اونم گفتی با منم یه مشکوکم به کرونا و چون تو واکسن نزدی نمیام اینا، گفتم باش
کتابای منو میخواین، هر کسی کتابای منو میخواد به این شماره پیام بده. شری تو، این شری که از استرالیا است با این همه قلب و فلان و اینها، شری واقعا حداقل بیا تو تلگرام من تو رو یه ذره دعوت کنم. این گوشواره ها با این لباس عارفه به نظر من خیلی قشنگه، نمشون همشون نالایتی اصلا، همشون با هم دیگه ایده اصله دیگه اصل. خب بیایم ببینیم دیگه کرانکم فلگه این چیه، آلیا گیزل کرانکم فلگه این چیه، چیه ترکه، ترکه بیاد ببینیم تبی مبی این چی میخواد بگه. پس فکر نکنیم فارسی بلد باشه. های اینم نتش خرابه بابا، مثلا اینجوری دیدیم که چیز بابا همه نتا خرابه. کران اسمش نوشته بود، آلمانی نوشته بود ولی خب ترک بود. ولی خب بهمون ترکی یاد میدی؟ نه بچه، یه بار ینس گفتش که بیام به من فارسی یاد بده، گفتم بیا سلام، سلام یاد ده. بعدنم دیدم حوصلم نمیکشه به این یه چیز یاد، گفت خداحافظ چی میشه، گفتم خداحافظم اما سلام میشه. مامانم و اینا اومده بودم، من و ینس رفته بودیم فرودگاه چند سال، 15-16 سال. ینس گفت سلام 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 سلام. بعد گفت ای چه قشنگ، این قشنگ یاد گرفته اینا. مامانم بعد از اینکه یکی دو ساعتی موندن و فلان و بالاخره اومد گذاشت، بعد موقع خداحافظی داشت یعنی بخواست بره خونش، گفت سلام سلام سلام. گفت این دو چرا دوباره سلام میگه؟ گفتم همون خداحافظی هم سلام یاد دادم بابا، مثل عربا دیگه حوصله نداشتم خداحافظی رو بهش یاد بدم. خب اینم از این. بعد دیگه گفتم همون چیزه، شادی زندگانی. اینم سید فلان که سید بزرگی، شادی زندگانی. بیام ببین منو بیار بالا. علی موسوی میگه منو بیار بالا، یا علی موسوی رو بیاریم بالا. پرنده شو میخواد نشون بده بچه، این پرنده شو میخواد نشون بده، بذاریم پرنده شو نشون بده ببینیم. بابا لایف با پرنده مرنده هم داریم. چیه اسم انگشتر شجره ایسی با خیلی گرونه اینا، یعنی گرونه. بیا دفعه پیش گربه داشتیم، امروز یه چیز دیگه داریم. بابا این چی پرنده بس نذارید دیگه بچه ها، این انگشتره گرونه چیه؟ یعنی چی اسمش چیه؟ نمیدونم. حالا میگه گرونه، منم هول میشم. آها چقدر میگیرید موهای زیر بغلمون بزنم؟ نمیگیرم، باشه میزنم. دوست داری موهای زیر بغلمون بزنم؟ باشه میزنم، دفعه دیگه میزنم. نمیخواد خیلی خرج بکنم. جهگاه میزن پیام بازرگانی. آره ما هم ترسیم بودیم پیام شاید بازرگانی. من این چیه بابا، لایو خیلی علکی پلکی همینطور تفریح شد دیگه. بیایید ببینیم کیه این یکی که هیچی نت این پو. چه خوشکه. وای سلام علیکم. سلام، چه خوشگل. برو جلون حوض رو نشون بده ببینی. خودت خوشگلی، خوبی؟ آره خوبم. برو جلون خوب حوضه. یه لحظه سیوم میکنم بچه ها، سیوم میکنم. من خیلی هم قشنگ شد.
خودتو معرفی کن ببین چقدر گل داری. آفرین، از کجایی؟ خودتو معرفی کن ببینیم. من تهرانم. خودت هم نشون بده. خودم نه، اوکی نیستم. اوکی نیستی. اسم چیه؟ با چقدر گل داری. آفرین، اینا رو خودت پرورش دادی؟ آره، اگه خدا قبول کنه. اسم سجاد مگه چیه؟ خدا قبول کنه مگه برای خدا کاشتی چیکار کرد؟ مسجد کجاست؟ چیه نظره؟ چه خب سجاد چقدر قشنگ، چقدر. بابا تو کجایی؟ کدوم شهری؟ من تهرانم، سمت نازیاوادم. نازیاباد. منم جمال شیر محمدی هم نازیابادی بود دیگه. یه کوچه هم دارید شیر محمدی؟ حالا اینجا بالاه، فعلا اوکی نیستم. هر موقع اوکی بودی پایینم خونه رو نشون میدم. ببین از این گلا بده به نسیم، خیلی خوشگله. یک دوتا بده اصلا به خودم. خیلی خوشگله. مرسی، ممنون. میفروشی؟ فرزان میگم میفروشی؟ گل میفروشی؟ نه نه بابا، همینطوری علاقه دارم. یکیشو انتخاب کن بده ببریم برای نسیم. یا علی، این کیه؟ سجاد صدات خیلی قشنگه، این فکر کنم. آره سجاد صدات قشنگه. میگه سجاد به ما هم بده. ببین نسیم داره میگه به ما هم بده. یه نسیم دیگه. بچه خوب سجاد رو چیزش کنید، فالوش کنید، برید از خونش بگیرید. خیلی قشنگه. این کجاست؟ زیر زمینه؟ پشت بومه؟ پشت بومه. مریم هم میگه به من هم بده، هر کی میخواد بیاد دایرکت. سجاد دو چیز شد. ببین چقدر تو زرنگی ها، چقدر زرنگی. چند سالته؟ من 30. 30 سالته. خیلی خوبه. ولی چیز کن، یکیشو بذار برای خونه نسیم، یه دونم که از چیز میگیریم، از هما میگیریم، خیلی خوب میشه دیگه. من به خودم نوشته چی؟ دعوت کن بیایم چایی هم بخوریم. باشه چش، اینا تخت هم از قلیون هم هست. با طرف اسم بود، اسماشون هستش دیگه اینجا، بخون اونا. سجاد خودتو نشون بده. اوکی نیستم، بعدم. بچه و سجاد بعدم میاد دیگه. همینم هم تا اینجا اومده گلاشو نشون میده، خیلی خوبه. باری کلا بگیم. یه دو دقیقه این گلا تو معرفی کن. چی؟ دو دقیقه چی؟ قد کن، یه دو دقیقه دیگه میام تو لایوت دوباره. خودت هم باشی که گلای پایین رو بهت نشون بدم. باشی اینا رو یه ذره بالا معرفی کنم، اینا رو ببینی. یه ذره برو جلوتر معرفی کنم. آره خیلی گلا خوشگله، باریکلا. نه چقدر مهمه همین تا پرورش گل. اینا چی هن؟ اینا رو بگو بعدا قطع میکنم. برو پایین همونطور در حالی که تو لایو هستی، برو پایین. بعد ما خونت هم ببینیم دیگه. یه دفعه دیدیم بس من دستمو میگیرم جلوی دوربین تا ببینم پایین. ما میخواستیم اونجا یه دفعه مامانتو ببینیم، باباتو ببینیم، اینو اونو ببینیم. هیچ کی نیستن، خونه در حال رنگکاریه. نگاه کن به هم ریخته از خونه. برو پایین اب نداره. گو شلختله بوده چو راخت دار. ترکیه ذره گفتم. آره برو پایین. به به بابا گلکاریاش. بابا سجاد بچه یه معلوم سجاد چند سالتی؟ نگاه کن از اوناست که گل. بابا نسیم یه دونه گل خواست. ببین 100 تا گل برای نسیم پیش اومد. نسیم بیا. نسیم اینجوری ما همه بچه ها به هم دیگه وصل میکنیم، گلامون رو به هم میدیم، نمیدونم وسایلمون رو. انقدر روابط خوبی داره ایجاد میشه. زیبا هنگامه با محسن از شما اجازه گرفتن لایف گذاشته. تو با اجازه گرفتی که سلام بدی؟ چرا پیام بدون اجازه من دادی؟ خب فرصت جاد رفت اونجا بدون اجازه من پیام داده بود.
ابرو برداشتی؟ بچه یکی بیاد ابرو اتفاهم خودم گفتم یکی بیاد ابرو های من هم برداره درست کن. میترا آخرین بار ابرو های من رو برداشته بودم، میترایی که رفتش اینه بزن ببینیم یکی دوتا از بچه های هامبورگ بیان یه ذره من به تو از این روژ و موژ و از این چیزایی که هست بگیریم. شما هم یه کارای یکی ترشی بیاره، ترشی خیلی خوبه. یکی از بچه ها بود داشت ترکی برای من ترشی می آورد، خیلی خوب. انقدر به من ترسون دنش منو بلاک کرد. آخه من خودم آشناش کرده بودم منو بلاک. و گفتم این که فردوش داشت می اومد خونه من چرا همه جورانی بلاک شدیم؟ نگو که چیزه. خب بریم ببینیم که این کیه. بس بچه اسمش چی بود؟ یادم رفت. گل این یکی دیگه هم گلخونه محلی، همه گلخونه گل بالا گل. اینم بیاد بالا ببین. ببین بیار ببین چه یکیه. چه گلایی با ای با چه کارای بچه ها چقدر پرورش گل توی چقدر عالی خیلی خوبه کار گل، خیلی خوب بودی. گل خونه چی بود؟ من بچه یادم رو نفهمیدم چی بود. گل خونه رژیمش چی بود دیگه رفت. آهان ماریا میخواد بیاد بزن ببینیم. ماریا میخواد تقاضا داد بیاد. ماریا بیاد ببینیم بچه. ماریا بیا ببینیم دست پیش گرفته پس نیفته چی؟ چقدر خوشگله. آی ماریا خودت چطوری؟ یه جدیدت رو نشون بده ببینیم. به به ببینیم. آره بیا خودت نور رو خوب دیده نمیشی. این خونه جدیده قشنگه. زندگی نه جدید نیست که، این خونه دایم آنکارا گفتم بهت که اومدم برای چه کار. هنوز من شبی اونجا نبود. آره من هنوز اینجا. آره هنوز اونجایی. خب یه ذره ببینیم حال احوال چجوریه بعد از این ضرباتی که بهت وارد شد. خب واکسن زدی؟ میگم بیا ببینیم حال چجوریه بعد از آها. خب تا کی اونجا هستی؟ تا کی اونجا هستی؟ اوکی تا کی اونجایی؟ من دو وقت سفارت دارم. خب فعلا هستم اینجا دیگه، برای همینم کتابی فعلا بمونه تا بذار به خودم بیام. آره دوم سفارت وقت داده که برای تمدید ویزا. من هر سال ویزامو میگرفتم دیگه. بعد امسال اینجوری شد. آره دوم الان چنده بود بوش برای ها رنگی خب مواد سته ها بیتی. ای راست بگی مردن نرشی چاله اینا رو یک کنیم میکنیم به روشن کنیم. آره قشنگ من خیلی خوابیدم. من بعد از واکسن خیلی خوابیدم. نه هم چیجوری شد قیافه هم معلومه خواب بودم شد شدید. دو روز وقتی خوابیدم. خب اشکال نمیدیم. بیا یه ذره چیم دایی به دایی منم به داییت معرفی کن. های دایی بذار بیاد اینه گل گرم گل گرم گل فارسی هم درست سایی بلد نی ترکی توی گل آرکداشم آلمانی هر بزنه آلمانی چطور آلمانی فارسی درست داری نمیدونه آلمانی هر بزنه. یورا مگه آلمان بوده؟
بزرگ شده آلمان هم میگم بهشون. دایی؟ آره بی خانواده از طرف مادری خانواده من اکثرا جالب هست. ما رو باهاش آشنا کن، خوبه. چیزه خیلی خوب. من که فلات ببینم الان الان میگه که اوی اوی ما چش با صفحه لاده او فیچرم صفحه لاده چرت و پرت فکر کنم اون چرت و پرت میکنه داره. آره بهش بگو که اومدم به ترکی حرف بزنم. Come on baby, come on baby. کمچونیه آلمانیش هم خوبه، باش آلمانی میخوای حرف بزنی؟ کمچونیه کمچونیه. حالا مهم نیستش، حالا مهم نیستش، بذار چیزه فقط بهش بگو که گرفتی. خب خوبه، ما مهم نیست. به هر حال خوشحال شدم اومدی. زیبا من یه چند روزی بود چون که شما رو ندیده بودم تو لایو، دوست داشتم اولا که شما رو ببینم که های بگم، بعد سوء تفاهمات که برای بعضی ها ایجاد شده بگم که این سوء تفاهمات ها ایجاد نشه، نزدیکی به وجود نمیاد و ما هدفمون چیز دیگه است، اعتقاداتمون چیز دیگه است. این چیزا ما رو به قول معروف تکون نمیده. اینو میخواستم بگم. آره حالمون خوبه. خیلی ها فکر کرده بودن که خیلی خبرها شده و فلان، نه هیچ خبری نیست. حالا بچه ها ماریا رفته که چیز الان ترکیه، چیز آنکاراست فعلا، هم لایوهای کتاب خونی و اینا مونده، ولی خب همزمان مرد به این جریانات که یه مقدارم فاصله بیفته اشکال نداره. آخه یه چیزی خب هست، من بگم میگن که فاصله ها را اگر با عشق اندازه بگیرید هیچ کس دور نیست. باشه خیلی مرسی ماریا کنودی. بعدش بچه حالا آلمانی اول بذاری طرف خودش بیاد یه ذره جلو. میدونه که تو که فیلم گرفتی؟ میشنوه یا هندسفری داری؟ ایشون یه خورده بذار بگم که سنش چیزا دوره. آره بعد آلمانی هم صحبت میکنه، فضاش به فضایی که من هستم نزدیک نیست. باید زمان... حالا اگر چیز باشه آلمانی صحبت کنه بیا با هم صحبت بکنیم. الان بیاد بهت میگه گوستیش. اسمش چیه؟ نیکو. دای نیکو. نیکو میخواد باشه روزه. آخه باید نمیاد اون، باید اون برای خودش مسائل. دوست داری بیایی؟ میشنوه ما رو اصلا میشنوه ما رو؟ نه دوست ندارم. دوست داری بیایی بازی رو حرف بزنی؟ موش رستو میتونی یلش برشه؟ موش رستو میتونی زیبش برشه؟ میگه که نه باشه بعدم بیاد. اوکی اوکی گروسی میاد حالا اونم حالا صبر کنیم دیگه. به قول خودت هر کسی زمان خاص خودش داره دیگه. خودت همیشه این هست. باشه باشه. ایمر میت در روه. بهش بگو ایمر میت در روه. میفهمه. بگو. بگم چی؟ اون بشنوه فقط. ایمر میت در روه. لنگز آن لنگز. ایمر میت در روه. نیکو میگه. لنگز آن لنگز. یواش یواش. خوب. خوب. ما میریم جلو. مرسی ماریا که اومدی، خوب بود، من خوشحال شدم. مرسی من همینطور همین که اومدی و این که گفتی هستم. بله بله معلومه. بله فقط حالا یه خود حالمون بده و فلانه و شرایط و اینا دیگه همینی که هست دیگه. نه بچه ها من بهش نگفتم گم شو، من بهش گفتم که سلام. نه بابا به تو نگفتم. خوب مرسی. باشه دیگه بریم ها. آره خوشحال شدم. سمیران بیاد ببینیم. سمیران هم یه ذره بیاریم. آره بر این مرتی که مثل که چرت و پرت صدات میگه. اون یکی که من آوردم خوب شد نه ایمان بالی نه نشد. خوب مرسی.
ممنون. حالا ببینیم که بچه های دیگه که اونایی که تبریزه که میتونی بری. بانو بیاد. بانو مانو چیه؟ بچه ها توی این یکی هم نوشته اسمی گذاشته. سمیرا تو هم بیا بالا. منو بیار بالا. کیه این؟ محمد چی مرادی؟ فیزه محمد چه محمد مرادی چقدر طولانی اسمت، ولی خوب بذار بیاد اینم بالا. ابنده طولانی. هیچ کدوم پیام ها دیدن ندیدم خیلی هاشون این بر. مرسی مرسی سیبا. امکانش هست بری خونه؟ امکانش هست بری خرید خونه بعد لایف به ما نشون بدی؟ اتفاقا چه جالب بچه ها، من این فکر رو کردم فردا، چون یکی از بچه ها سادات خب یه پولی رو داده، یه هدیه رو داده برای صبحونه، یکی هی اون منو فکرم رو انجز کرده، یکی هم ترانه یه اونم هست، ولی واقعا میخوام که یه سری چیزایی که کلن حتی تو کمودم و اینا هست خالی بشه. هنوز کامل خالی نشده، بذارید خالی بشه. بعد خوبم شد که فردا قرار بود که چیز بیاد، همیشه آذر قرار بود بیاد، همیشه اونم مثلا یه چیزایی رو میاره. خوب شد اونم حالا این دفعه نمیاد. گفتم خوبه اشکال نداره. بعد که کلن یه مقداریه، یکی دو روز دیگه شاید برم خرید. دارم اتفاقا فکر میکنم از بازار روز، بازار روز این منطقه رو پیدا کنم. فردا میرم پیاده روی با این بچه های آلمانی، بعد از اونا میپرسم که این چه روزایی هست بازار روز. اونجا خیلی قشنگ میشه، براتون لایف میذارم. یه خریدی بکنیم، اولین خرید قشنگ از بازار روز این منطقه که اومدم. تقریبا یه سال اومدم اینجا، بازار روزاش نرفتم. میرم این کارو میکنم. فکر خوبیه. مرسی شهره، اتفاقا از ذهن خودم هم گذشته بود. دم دم دم. بانو جان دوباره منو بیارم. بانو جان، بانو بانو بیار ببینیم، تقاضا بده ببینیم، تقاضا بده، چون رفتی بالا. آره سادات، من همیشه به فکر این هستم که یه چیز باشه قشنگ. یه بار دیگه پیام بده، اونی که گفت اسمت خیلی طولانی بود، یه بار دیگه پیام بده. رفت بالا من ندیدم. خوب بود. آره ماری یه نفر از بازار روز بیارم بالا. آه آرش چطوری؟ آرشم دیدم، آرشم ببینیم خوبه. منم هر وقت منظره خوبی به خونمون این چیز میشه اینا به آرش نشون. موضوع لایف همینطور تفریحی بود دیگه بابا. این رفت بالا اون آقای اسم طولانی. آره بذارید ببینم. آره یه برنامه میذارم سر اینم هستش. اون روز با یاد سادات خریدای خواهم کرد از بازار روز. چه فکر خوبی، لایو هم بذاریم چه خوب میشه. تو ذهنم هست همه چی با احساس قشنگ. خوبه دیگه همه چی آرومه. بچه دیگه بریم ها بچه. این آهنگ چیزه، این چیز بذار بذاریم، گرسنم هم هست این چیزا رو خوردم. این مریم هم بیاریم، یه دونه خانم هست اینم بیاد. اگه این شد شد 5 دقیقه، اگه نشد که ما اون آهنگ حلال ملال نمیدونم چی چی بذار ای ترکیه اونو میخونیم. میگه منم با خود، منو با خودت ببر، من به
من به چی با اومدم دوباره هم من برفتم چی اومدم چی چی همه چی ها رو از هر شعری یک کلمه بلدم. منو با خودت ببر اومدم بقیه شد. آچه بیان بریم یه ذره بعدم بریم. چقدر خوشگله واقعا، خیلی خوشگل شد بچه جدی با این دامنه و اینا. خیلی خوبه، مرسی، ممنون. خوب بوداره از این چیزی اصل 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 خواستم خودشان بیا اصل اصل خودت میمدی بالای دو دقیقه ای حداقل وای 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 باشه خویسا صدای بچه رو گفتم نایی بای بای گولا خوب بودن چند تا گول بگیر کردم بندم رو دوست داریم آن گوشترم خوب نشون بدم بعدم باشم